درود و وقتتان بخیر. به این برنامه پس از خبر خوش آمدید. در نخست مهمترین خبرها، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن متعهد است که با طالبان و سایر گروه‌های هراس‌افغان تا هنگام نابودی آنها مبارزه کند. از سوی هم رئیس اجرایی دولت افغانستان سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به کابل را یک فرصت خوب برای افغانستان و کشورهای منطقه میخواند. فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره تعدیل برخی از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در این فرمان تعدیل و حذف مواد 67 و 69 مشخص شده بود که ذکر ملیت و ملت در تذکره ها تصویب شود. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که پس از بحث‌های اعضای کمیسیون‌های مجلس این مورد قانون اختلافی بود. اما در کنار خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از عدم مسئولیت کارمندان رسانه‌ای در رسانه‌های خودشان سخن می‌زند. پرداخت نشدن معاش 90% از کارمندان رسانه‌ای تا دیر هنگام، نداشتن مسئولیت شغلی، بیمه صحی، نداشتن رخصتی های قانونی و سایر موارد از داشته های این گزارش نی خوانده میشه. اما پرسش هایی که مطرح میشه، در نخست برخورد با کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران همچون افراد روزمزد پیام‌آور چیست؟ دوم این که اقدام نهادهای حمایت از حقوق خبرنگاران تا هنوز چقدر بسنده بوده؟ و سوم این که با چنین وضعیت آینده صنعت رسانه‌ای چقدر شکننده خواهد بود؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه پس از خبر. بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر گزارش تقدیمتان میگردد. یافته‌های نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان میدهد که کارمندان رسانه‌ای گذشته از این که مسئولیت جانی ندارند، حقوق کاری آنها نیز نقض شده است. مواردی چون نبستن قرارداد، نبود مسئولیت کاری، پرداخت نشدن حقوق ماهوار کارمندان به زمان معین، نداشتن حقوق بازنشستگی، نداشتن رخصتی های قانونی، مداخله مدیران رسانه ها در کار آنان، اخراج اجباری کارمندان و نداشتن ترفیع اصل گزارش نی است. وضعیت خبرنگاران متاسفانه در درون رسانه در موارد بدتر از بیرون سازمان رسانه است. تقریبا 100% کارمندان رسانه‌ای متاسفانه از مسئولیت جانی در زمان اجرای کار در بیرون از سازمان برخوردار نیستند. با باور مسئولان نه، این رسانه‌ها در 17 سال گذشته قانون رسانه‌ای و قانون کار را نقض کردند. مطابق مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های یگانه و همچنین قانون کار امرشان مراوده و برخورد نکند. با باور ما صنعت رسانه‌ای و صنعت خبرنگاری در افغانستان به شدت آسیب خواهد دید. برخی از خبرنگاران نارسایی های یاد شده را نیز تایید می کنند. تا 2 سال برشان رایگان کار کردیم و بعد از سپری کردن 2 سال حاضر نشدیم که به پرداخت حداقل معاش که ما 5000 افغانی از اونها تقاضا داشتم به ما معاش بپردازن. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی قول داده بودند تا چالش های فراروح خبرنگاران را حل کنند، اما ظاهرا آب از آب تکان نخورده است. در این برنامه پس از خبر، آقایان محمد صابر فهیم رئیس دیدبان رسانه های نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و نظری پریانی روزنامه‌نگار اینجا با ما هستند. خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. آغاز بحث با شما آقای فهیم، یافته های نی از مسئولیت کاری خبرنگاران از چه قرار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، همکارای شما و دوست عزیزم آقای پریانی. ما از دیر زمان قضایای خشونت های درون سازمانی خبرنگارا و کارمند های رسانه ای را زیر نظر داشتیم و از حدود 15 سال گذشته موارد خشونت علیه خبرنگارا در درون سازمان در دفتر دیدبان رسانه ها ثبت می شد، خشونت ها به دفتر دیدبان رسانه های دفتر نی راجع می شد، شکایت های کتبی و شفاهی دوستای ما و همکارای خبرنگار و کارمندای رسانه‌ای به دفتر نی رسیده بود. ما یک گزارش تحلیلی پژوهشی را بر اساس یافته ها، داده ها و گزارش های 14 ساله 15 سالی دفتر دیدبان رسانه ها و همچنان بر اساس
یک سلسله نظرسنجی های که به بالای خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای و همچنان مدیرای رسانه داشتیم، این گزارش پژوهشی را بیرون دادیم. این گزارش ما متاسفانه وضعیت خیلی نامناسب خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای را در درون نهادهای رسانه‌ای بازگو کرد و نشان داد که همانقدر که در بیرون از نهاد رسانه‌ای خبرنگارا با مشکل مواجه هستند، با مشکل تهدید مواجه هستند، خشونت، لتوکوب، فشار، ارعاب، ترس و هزاران مشکل دیگه، به همین پیمانه و حتی میشه بالاتر از این پیمانه خشونت ها در درون سازمانشان هم مواجه هستند. از جمله خبرنگار معاششان را به زمان مناسب دریافت نمی کنه، حتی هیچ رسانه یا هیچ خبرنگار و یا کارمند رسانه‌ای مطابق مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی و قانون کار کارشان با ایشان مدیرای رسانه ها مراوده و برخورد نداره. خبرنگارا و رسانه ها که قرارداد بسته می کنند با هم دیگر به خاطر ادامه کارشان، این قراردادها متاسفانه از طرف مالکای رسانه ها در اختیار خبرنگارا و کارمندای رسانه ها قرار نمی گیره. به اساس قانون رسانه های همگانی، به اساس قانون کار و به اساس مقرری طرز تاسیس و رسانه های فعالیت همگانی رسانه ها، خبرنگارا از تقاعد برخوردار نیستند. رخصتی های قانونیشان و رخصتی های ماهانه و سالانیشان در اختیارشان داده نمیشه. پس تقاعد همه موارد برمیگرده به این که همچون کارمند روزمزد با خبرنگار برخورد میشه. چرا باید اینچون این برخورد روزمزد شده با خبرنگار؟ امروز هم در کنفرانس مطبوعاتی که به خاطر ارائه همین گزارش ما داشتیم، دقیقا کارمندای رسانه ها و خبرنگارای عزیز ما در رسانه ها به عنوان کارمندان و کارگران روزمزد مبدل شدند. یعنی خبرنگار هیچ نوع مسئولیت کاری در اداریشان و در رسانه هایشان ندارند. هرگاه خبرنگار عامل کار و یا هرگاه مالک رسانه بخواهد با اینا قرارداد میکنه و هرگاهی که دلشان خواست اینا را کارتشان از جیبشان میگیره و میگه سر از فردا به گارد خودم اطمین احوال میتن، میگن که سر از فردا کارمند ما را اجازه ندین که داخل تلویزیون یا داخل رسانه و یا داخل روزنامه شد. این و برخورد با خبرنگار و این و برخورد با کارمندای رسانه‌ای برخورد خیلی زشت و خیلی خلاف قانون است که ما در گزارش خود امروز ارائه کردیم و ما خواستیم از مدیرای و مالکای رسانه‌ها که برخوردشان با خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ها مطابق مقرره طرز تأسیس و مطابق قانون کار افغانستان هماهنگ بسازند تا ما بتونیم یک جامعه ایدئال و حتی خبرنگارا و ای صنعت رسانه‌ای را رشد بدیم. ممنون. آقای پریانی، گروهی که بی‌طرف هستند و برای مردم اطلاع رسانی میکنند، برای حکومت اطلاع رسانی میکنند، سه بخش یک جامعه را میان با همدیگر ارتباط میتن و به عنوان رکن چهارم جامعه دموکرات فعالیت میکنند. حالا در بیرون که مسئول نیستند، چرا باید در داخل رسانه خودم مسئول نباشند؟ به نام خدا و عرض سلام، من تشکر میکنم از همکارم آقای صابر فهیم و اداره اینه در نشر چنین گزارشی. از نشر چنین گزارشی ما واقعیت است که وضعیت رسانه ها زیاد مطلوب نیست و مشکلات وجود داره. ما نیاز است که ما برای ازی مشکلات یک راه حل بسنجیم. من خودم این حیث مسئول یک روزنامه در افغانستان واقف هستم بر مشکلاتی که رسانه ها دارن، با برخورد هایی که با کارمندان رسانه ای صورت میگیره، با سوء استفاده هایی که در برخی موارد از برخی ها صورت گرفته و با برخورد های خشنی که با اونا شده، با جریمه های بی جایی که بسیاری از برخی از خبرنگاران و کارمندان رسانه مواجه شده. برخی میگویند که اینجا پاداش نیست بلکه مجازات خیلی ها زیاد است. کارهای خوب را خیلی ها نمیبینند، اما کار اشتباهی که اندک بیشه روی همون یک خط سرخ میکشند. خب چند چیز باید در نظر داشته باشیم که تجربه رسانه داری در افغانستان و این وضعیتش یک تجربه بسیار کلان نیست و کسانی که آمدن رسانه ایجاد کردن، برخی هم به نیت تجارت رسانه ایجاد کردن و برخی هم به نیت سیاست رسانه ایجاد کردن و برخی هم به نیت یک کار خیر رسانه ایجاد کردن. در این میان امکانات مادی و مالی رسانه ها هم که بیشتر متکی هستن، برخی هم با افراد، برخی هاشون با
در واقع مؤسسه ها برخی هایشون با برخی از بازرگانان اینا در حدی است که گاهی به دلایل مختلف نمیتونه کفایتگر مصرف کلی و رسانه باشه. از جانب دیگه او فرهنگ حمایت از رسانه هم در افغانستان در دو عرصه وجود نداره، یک عرصه که دولت پاپش قدم بگذاره و یک مقدار از مصارف و رسانه هایی را که کم بضاعت‌تر هستند و کار میکنند را دولت باید به عهده بگیره تا آزادی بیان و کار رسانه‌ای. اما ما داریم رسانه هایی را که توانایی پرداختن و رسیدگی به کارمندان خود را دارن اما این کار را نمیکنن. مطمئنن که اطلاعات را شما هم در زمینه دارین و آقای فهیم هم دارن. من به این نکته برمیگشتم که یک بخش از رسانه ها مستحق ای هستن که یاری ببینن از طرف دولت، دولتی که حکومتی که نقد میشه از طرف از رسانه باید حمایت بکنه رسانه را. پرسش من این است که مقرری طرز تأسیس رسانه ارزانی پس به چه به درد میخواد؟ امیر اجازه بتونید که من بگویم که بخش دیگه هم رسانه هایی ما داریم که اینا بسیار وضعیت عالی دارن، از امکانات وافر برخوردار هستن، درآمد روزانهشون بسیار بالاست و پشتیبانی های اقتصادی بسیار قوی پشت سرشان است. وقتی که اما شکایت از اینا هم وجود داره که بیمیلی میکنند در برابر کارمندانشان و به کارمند به عنوان یک کارگر روزمزد، یک خبرنگار، گوینده، یک نویسنده، در هر قالب کار رسانه‌ای هر کارمندی که هست برخورد درستی را بالاخره تجربه نمی کنند، ناراض هستند، شکایت وجود داره. کلی از این برمیگرده به این نکته که الان شما گفتین که ما قانون این قانون طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های مگونی پس به چه دردی میخوره؟ خب ما در افغانستان قانونای خوب زیاد داریم که عمل نمیشه. یکی از اون قانون است که شما از اون نام بردین و فکر میکنیم که یک فرصت فرا رسیده تا یک پالیسی جدید برای تطبیق قانون در نظر گرفته شود، یک نشست بین سران رسانه ها در کابل دایر شوه و مشکلات از اینا بررسی شوه، کوتاهی‌هایی که دارن باید رسیدگی شوه. یک مقدار از مشکلاتی که رسانه ها دارن در روی قانونی که تأسیس فعالیت رسانه ها در روی هم رسیده مورد توجه قرار نگرفته. مثلا رسانه در کنار ریزی که نیاز داره در داخل یک مدیریت خوبتر داشته باشد، یک قلب در بدل ارائه خدمات کارمندان معاشاتشان با وقت پرداخت شوه. یک بخش مهمی دیگه است که باید در چوکات یک اداره منظم بسان یک اداره که مدیریت میشه، بسان یک اداره که ساختار داره، استراکچر داره، اداره داره، منیجمنت داره، بسان از اداره باید برخورد شوه. مزایای یک کارمند رسانه‌ای بسان مزایای یک کارمند عادی دولت باید باشه. مثلا حقوق تقاعدی و سایر حقوق به گونه‌ای باید در نظر گرفته شود که کارمند رسانه‌ای مکلف و پرداخت مالیه به دولت باشه، دولت مکلف باشه که در دراز مدت زمانی که کارمند از اون اداره تقاعد میکنه به حقوق بازنشستگی از رو پردازه. نکته دیگه که بسیار مهم از اون خدمت مطرح فرصت داریم ان شاءالله فرصت داده میشه و شما اجازه بدین که وقفه هم داشته باشیم در این بخش ان شاءالله برمیگردیم. حالا فرصت تطبیق بررسی مقرره واقعا فراهم شده آقای فهیم، به این پرسش تا دقایق دیگر پاسخ بدین. دوباره برمیگردیم. خوش آمدید آقای فهیم. واقعا زمان بررسی مجدد مقرره فرا نرسیده؟ اینچنین مشکلاتی که خبرنگارا دارن و هر روز شکایت دارن، این که در بیرون هم مسئول نباشن، در داخل سازمان خود هم مسئول نباشن، پس اینا چگونه کار کنن؟ باور ما به این است که بیشتر از بررسی اول یک زمان به خاطر تطبیق این مقرره یک زمان باید رسیده باشه و اون زمان بیشتر از امروز دیگه زمان فرصت نخواهد بود. باور ما به این است که هم مالک های رسانه و هم حکومت افغانستان به خاطر تطبیق مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی به نهایت تلاش خود باید بکنند. هرگاه ما تلاش این دو سکتور هم حکومت افغانستان یعنی مجری های قانون و هم توجه مالک های رسانه ها را در این زمینه نداشته باشیم، بدون شک که ما آسیب بسیار کلانی در عرصه خبرنگاری، در عرصه آزادی بیان و در عرصه کل صنعت رسانه‌ای خواهیم داشت که این دوباره جبران نخواهد شد. شما فکر کنید که هرگاه یک خبرنگار و یک کارمند رسانه‌ای به عنوان یک کارگر روزمزد در یک رسانه کار کنه
هیچ نوع تضمین به خاطر آیندهشان نداشته باشه. حالا قانون کار افغانستان چی میگه؟ چقدر این حق را داده؟ اخراج اجباری کارمندان در اکثر موارد صورت گرفته، در کنار از او قرارداد با خیلی ها از کارمندان بسته نشده، مواردی که شما اشاره کردین به او در نشست امروز و همچنان حالا ترفیعی که گفته میشه اکثرا وجود نداره. اصلا ترفیع خود در نهادهای ما وجود نداره. شاید هم به نام ترفیع نشناسن اکثرا این موارد را. بله، بسیار زیاد شکایت های از این قبیل بر ما رسیده بود. همه این موارد را که ما بر شما در گزارش گفتیم و امروز در کنفرانس را کردیم، همشان اسناد داره، همشان شکایت های کتبی و شفاهی و همشان گزارش های مستندی که از طرف دفتر نای از طرف دیدبان رسانه ها بیرون داده شده، اینا همشان مستند وجود داره. متاسفانه حکومت افغانستان نتانسته در تطبیق مقرره طرز تاسیس، چون مقرره طرز تاسیس از ایجادش و از توشیح و تصویب از هم خیلی زمان زیاد هم نمیگذره، در این 3-4 سالی که میگذره متاسفانه حکومت افغانستان نتانسته این را تصویب و این را به صورت درست پیگیری کنه و تطبیق کنه. اما مشکل برمیگرده به خود مالکای رسانه های افغانستان که از بیچارگی و از فقر و از بیکاری که مزمنی که در حکومت در جامعه ما وجود داره از خبرنگارای ما استفاده میکنه، از کارمندای ما استفاده میکنه. مثلا امروز یکی از همکارای ما یا خبرنگار زمینه کار برشان وجود نداره و مهیا نیست در دیگر نهادها، و از اینمی مشکلشان و از اینمی کمبودی کارشان مالکای رسانه استفاده میکنن، می بر امرایشان قرارداد میکنن. قرارداد برخی از رسانه ها به مراتب شدیدتر از دیگر رسانه است. مثلا می خبر مالک رسانه با خبرنگار این رقم قرارداد میکنه، میگه شما بیاین 3 ماه امروی ما کار کنین، بعد از 3 ماه ما میبینیم که کار شما چی گونه است. میاد 3 ماه امروی از این همکار ما کار میکنه، رسانه ها تا 2 ماه معاش نگاه میکنن. نه، منظور من این است که 3 ماه مفت امروی از خبرنگار امروی از کار میکنه، 3 ماه بعد که کارش پوره شد میگه تو امروی ما درست کار نکردی، 3 نفر دیگه استخدام میکنه. دنیمی 3 ماه این مالک رسانه کار خود پیش میبره، هیچ معاش هم برای کارمندش نمیده. این رقم مشکلات هم داشتیم ما در رسانه ما که خیلی خطرناک است و این بهرهگشی است و این استثمار است که ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در این زمینه توجه خود داشته باشه. چرا اینچنین باید استثمار وجود داشته باشه؟ قوانین متعدد، حرفا خیلی ها بلند، شعارها هم خیلی ها زیاد، اما نتیجه کار همین چنین باید باشه آقای پریانی؟ من فکر میکنم که این مشکل برمیگرده به ای که خب دولت در هر عرصه مشکلات خودش داره، عرصه رسانه هم مشکلات خودش داره، اما ما به عنوان مسئولان رسانه ها و کسانی به عنوان مالکان رسانه ها، بنیانگذاران رسانه ها، اینا در این زمینه ها هنوز به گونه درست فکر نکردیم، کار نکردیم. نیاز است که در این قسمت کار بکنیم. به پیشنهاد مشخصی در چند جای در این قسمت داشتم و خوب است که اینجا بگویم که کارمندان رسانه ها در شامل بخش های مختلف میشن. یک بخشی از اینکه خبرنگاران و روزنامه نگاران و اونایی که مواجه هستند با جامعه و با خلق پدیده ها و گزارش رویدادها و اینا باید امور خمی که در دیگه بخش های دنیا هست، در دیگه کشورها هست، دارای حقوق و امتیازات که مادی هستن، یک سلسله مزایا هم اینا باید مستفید شوند. در کنار این مزایا که عمدتا مادی میتونه باشه، یک سلسله مسئولیت های معنوی و مسئولیت های حقوقی باید اینا کمایی بکنن. حالا چون بازار رسانه به یک ابزار و یک سرمایه‌دار تبدیل شده، ابزار درآمدزایی، و بازار رسانه یک فرصت دیگه برای بهره کشی منفی و خطرناک واقعا ایجاد کرده که این کلش حداقل پس از این گزارش یک فرصت است که ما در این قسمت باید بشینیم کار بکنیم، لوایح را ما مسوده بکنیم، دولت وادار به عملی شدن یزو بسازیم، و باید رسانه های آزاد هم حداقل پاسخده باشن برای یک مرجعی که به شکایت کارمند رسیدگی بکنه، در حالی که فعلا چنین نیست و واقعا بهره کشی که صورت میگیره به بهانه های مختلف ظلم آشکار است که داره انجام میشه. حالا چرا برخی خبرنگاران از پیگیری پرونده های خشونت علیهشان انصراف دادن؟ به این پرسش تا دقایق دیگر آقای فهیم پاسخ خواهند داد.
بازم خوش آمدید. واقعا آقای فهیم، حالا خبرنگاران حاضر شدن که پرونده‌ای را که روزگاری درج کرده بودن از او انصراف بدن؟ ما خیلی کوشش کردیم، در 14 سال 15 سال گذشته تلاش زیاد کردیم تا پرونده‌های خشونت علیه خبرنگارا و روزنامه‌نگارا را از طریق حکومت افغانستان پیگیری کنیم و عامل‌های خشونت را به مجازات بکشیم و حداقل به میز محاکمه بکشانیم. خوشبختانه یک زمینه، یک فرصت مناسب پیدا شد و حکومت افغانستان یک کمیته، یک کمیسیون را ایجاد کرد تا به اساس این کمیته ما بتونیم اینمی قضایا را پیگیری کنیم. ما یک لیست بسیار بلند بالایی را به حکومت افغانستان سپردیم که بگیرین شما اگر پرونده را بررسی میکنین این پرونده ها را شما بررسی کنین. خوشبختانه اینا منصرف شد، اما متاسفانه در جریان را، در مسیر را، وقتی که وزارت داخله و یا حکومت افغانستان تماس گرفت با خبرنگارایی که مورد خشونت قرار گرفتن که ببینید که ما قضایای شما را بررسی کنیم، پیگیری کنیم، شماری از خبرنگارا با دفتر نید وارد تماس شدن و گفتن که ما نمیخوایم حداقل قضایا پیگیری شود، چون علتشان را نمیگفتن که ترس است. ترس از این است که ما فرض میکنم یک مثال را امروز هم خود خدمتگار صاحب رئیس دفتر نید گفتن که در ولایت سرپل یک خبرنگار 8 سال پیش با یک پلیسی که رتبیش پایین بود مشاجره داشته و لتکوب کرده، امروز او پلیسی که 8 سال پیش یک پلیس پایین رتبه بوده امروز یک قماندان شده در یک منطقه. و ترس هم همین است. حالا اگر این مسئله را پیگیری کنن، طبیعتاً این قماندان، این خبرنگار میترسد که اگر این مسئله را دوباره پیگیری کنیم، قماندان ما را مورد خشونت بیشتر قرار میدهد. خاص ما از امروز در کنفرانسی بود که حداقل حکومت افغانستان بتونه اینمی اعاده کنه، اینمی تعهد شه و اینمی اطمینان بر خبرنگار بده که ما از شما حفاظت میکنیم، جان شما در خطر نیست و ما پرونده شما را، قضایای شما را بررسی میکنیم و خبرنگار نباید بترسه. اینمی تعهد حکومت ما قرار شما. جنبندی بحث با شما آقای پریونی، در وضعیتی که خبرنگار نداد داخل سازمان و هم در بیرون سازمان مسئولیت داره، فکر میکنین این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و چه باید شود؟ راهی که وجود داره است که قوانینی که وضع شده، تنظیم شده، ترتیب شده، اینا به عرصه عمل گذاشته شون و مواردی که در قوانین وجود نداره که مالک رسانه را مکلف به کارمندان رسانه میسازه، سرزی باید کار شوه و این ساخته شوه و رسانه ها نمیتونن بیرون از قانون حرکت بکنن، حداقل در قسمت توجه به حقوق کارمندان و کسانی که مصرف کار رسانه ایستن باید توجه صورت بگیره. ممنون از شما، لطف کردین آقایان فهیم و پریانی عزیزی که تشریف آوردین. برنامه امشب ما هم در همین جا پایان رسید، اما همکار ما لطیف محمود آماده هستند که تا یک ساعت دیگر تحول را پیشکش حضورتان کنند. آقای محمود سلام بر شما، بفرمایید موضوع امشب. سلام و وقت شما بخیر. چنانچه در جریان هستین، معاون رئیس جمهور آمریکا به صراحت میگه که ما در جنوب آسیا در هر جایی که راس افغان باشه آنها را نابود میکنیم. بحث صلح و جنگ از 16 سال بدین سو به مسابقه یکی از دغدغه های جدی در جغرافیای برنامه افغانستان و از طرف کشورهای ناتو و آمریکا مطرح بوده، اما از 16 سال بدین سو ما دستاوردهای آنچنانی در این حوزه نداشتیم. از سال 2001 بدین سو ما شاهد زمینی که حراس افغانان قوت گرفته و در بسا موارد تحرکاتشان بیشتر شده و تا حد ولایات را سقوط دادن، ما شاهد داعش، جریان برنامه داعش و القاعده نیز هستیم، در حالی که یکی از یا اساسی ترین فلسفه حضور غرب در افغانستان ریشکن کردن حراس افغانان است. سوال اساسی این است که حراس افغانان از کجا تمویل میشه؟ تجهیزگاه و تمویلگاهش کجاست؟ چرا به اون نقطه ها بیشتر تمسک نمیشه تا علت ها را ما روش فکر بکنیم و ریشه هایش را بخش کنیم؟ بیشتر روی معلول مسئله بحث میشه. از 16 سال بعد این سو ما تفویض صلاحیت از ابزارهایی بود که نتیجه نداد. افزایش نیروهای زرهپوش آمریکایی در افغانستان نیز از مواردی بود که نتانست آتش جنگ را در افغانستان خاموش بکنه و دامنه حراس افغانی را برداره. در کل استراتژی حراس افغانی در افغانستان چندان موفق تا کنون نبوده. با امیدی که علتها را بتانین در این برنامه ردیابی کنین، نه معلولها را بار دیگر. ممنون، تشکر، لطف کردین آقای بیژن. پایان پس از خبر هم تا درود دیگر، بدرود.